کار ساختمان دو سرک اعتصالی در قسمت جیم و بی خوشحال جریان دارد. کار ساختمان سرک های اعتصالی در قسمت جیم و بی خوشحال خان در مربوطات ناحیه پنجم با تدابیر زمستانی توسط ریاست کار، حفظ و مراقبت شهرداری کابل جریان دارد. سرک اتصالی قسمت جیم به طول 1050 متر با عرض 30 متر شامل تمامی جزیات یک سرک میاری بوده که تا کنون 90 درصد کار آن به پیش رفته است سرک مذکور سرک شیرولی وردک را به قلعه وزیر وصل می کند همچنان سرک اعتصالی قسمت به به طول 951 متر با عرض 30 متر شامل تمامی جزیات یک سرک میاری نیز میباشد باشد که تا کنون کار آن 20 درصد به پیش رفته است این سرک جدید سرک مقابل بلاک های چهارراهی قنبر را به سرک کمپانی می سازد. رهبری و پرسونل شهرداری کابل تلاش دارد تا کار این سرک ها به زودی تکمیل و مورد بهرهبرداری برداری قرار گیرد با بهره گیری این دو سرک حجم ترافیک ساحات تقسیم شده و برای عبور و مرور شهروندان ساحات همجوار سهولت ایجاد خواهد شد در خبر دیگر برنامه آگاهی آمه و شوراهای علما و کلای گذر و جوانان ناحیه هفتم برگزار شد. به منظور ترویج و نهادی نشدن فرهنگ بهتر شهری به ریاست مولوی حبیب الرحمن منصور موین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کابل برنامه آگاهی آمه به شوراهای علما و کلای گذر و جوانان ناحیه هفتم از سوی ریاست نشرات و آگاهی عامه شهرداری کابل برگزار شد. معین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کابل مکلفیت ها و مسئولیت های وکلای گذر را وضاحت داده گفت که لازم است وکلای گذر در این فصل به عموم شهروندان تفهیم نمایند تا برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل برای ذخیره سازی آب برف و باران جهت تقویه آبهای زیرزمینی توجه نموده در طرز های آماده شده شهرداری کابل ارج قائل شوند قاری واسع الله زاهد رئیس نشرات و آگاهی عامه در رابطه با فرهنگ اصول و مقررات شهری روشنی انداخته که برای یافتن کابل آباد و زیبا داشتن روحیه همکاری همکاری عموم شهروندان در قسمت تحقق برنامه ها و های شهرداری کابل حتمی می باشد. در این برنامه مولوی محمد خالد ایوبی معاون ناحیه هفتم رئیس شوراهای علما و وکلای گذر هر یک پیرامون مسئولیت های فردی و اجتماعی صحبت نموده تاکید کردند که برای رفاه و آسایش همگانی روحیه همکاری میان مسئولان و شهروندان حتمی و ضروری است. در اخیر پیام های ویدیویی که در برگیرنده مسائل بهتر شهری بود پیشکش گردید که مورد دلچسپی اشتراک کنندگان برنامه قرار گرفت. در خبر دیگر نظارت و بررسی از فعال بودن فلتر تصفیه دود ادامه دارد. مسئولان ریاست صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل چگونگی فعال بودن فلتر تصفیه دود سیستم مرکز گرمی و گرمایش شماری از ساختمانها و داشت های را نظارت و بررسی نمودند. آن اده متخلفین که از آنان تعهد گرفته شده بود که در سیستم های گرمایش و مرکز گرمی مربوط خش اصلاحات را ایجاد نموده اند برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا کابل عدم فعال بودن فلتر دود در سیستم مرکز گرمی و دودکش ساختمان ها استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن مواد آلاینده دیگر از تخلفات محیط زیستی به شمار می رود. در خبر دیگر سیستم تولیدی فابریکه زوب آهن ملی استیل مجهز به فلتر میاری تصفیه دود شد. به منظور جلوگیری از آلودگی هوای کابل مالک فابریکه زوب آهن ملی استیل در ساحه پارک های صنعتی در فابریکه تولیدی مربوط خش فلتر میاری تصفیه دود را به ارزش 160 هزار دلار امریکایی مجهز کرد. مولوی محمد خالد سجستانی موین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهرداری کابل از ساحه فعالیت این متشبس دیدن نموده از اقدام وی قدردانی نمود. فلتر تصفیه دود سیستم تولیدی فابریکه زوب آهن ملی استیل 99 درصد دود را فلتر می کند و از دود بازیافت شده برای تولیدات صنعتی از قبیل ساخت پنسل رنگی بود و دیگر موارد استفاده عظمی خواهد نمود این کار از یک سو برای حفظ محیط زیست و مسئول کار موثر است و از جانب دیگر زمینه رشد سرمایه گذاری به گونه سنجش های مفید اقتصادی نتیجه بخش خواهد بود موین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهرداری کابل ضمن تشویق مالک فابریکه ملی استیل توقع برد که سایر فابریکداران سیستم تولیدی خیش را با فلتر میاری تصفیه دود مجهز نمایند. فعال بودن فلتر تصفیه دود در سیستم تولیدی فابریکداران پارک های صنعتی در ساحه چرخی حتمی و ضروری است. قابل ذکر است که این فیلتر میاری و مدرن از سوی یک انجینیر افغان تراحی شده و ساخت آن نیز در داخل کشور صورت گرفته است. این نشان دهنده صنعتی شدن افغان ها در آینده نت... نچندان دور خواهد بود. و در خبر اخیر کار زیباسازی سیراهی دی افغانان آغاز شد. کار زیباسازی سیراهی دی افغانان توسط مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و فرهنگی کابل آغاز شد معین امور اجتماعی شهرداری کابل گفت که این نقطه مرکزی شهر مطابق طرح ریاست امور فرهنگی شهرداری کابل به همکاری شرکت خصوصی افغان پی زیبا ساخته می شود آن عدد تاجران و متشبسین داخلی که در زیبایی شهر سهم شدند قدردانی میکنیم برنامه های زیبا سازی شهری شهرداری کابل یکی پی دیگر در نقاط بارز شهر عملی می شود و به زودی شهروندان شاهد تغییرات مثبت در چهره و سیمای شهر خواهند بود. این کار در سطح شهر زیبایی را افزوده و در دید روانی شهروندان مفید و موثر است. قاری و لیگال جواد رئیس امور فرهنگی شهرداری کابل گفت که در این سیراهی نماد زیبایی به ارتفاع 8 متر به شکل میاری و اساسی به ارزش حدود دو میلیون افغانی تا یک ماه ساخته می شود در اطراف آن فضای سبز مناسب فواره های آب چراغ های تنویر بوتگل های زینتی و نصب قطاره ها و جدول ها نیز شامل است حاجی خیال مسئول شرکت متذکره گفت که در این نماد از سنگ های تولیدات داخلی کشور استفاده می شود و کار پروژه زیبا سازی این نقطه با کیفیت و دقت به صورت نمادین انجام خواهد شد